بسم الله الرحمن الرحیم. فصل پنجم، مزد، پرداخت مزد، ماده 59. یک، مزد با در نظر داشت کمیت و کیفیت کار، بست، رتبه، درجه یا حرفه، دوره کارآموزی و عملی و سایر شرایط مندرج اسناد تقنینی مرتبط با کار سنجش و به کارکن پرداخته می شود. دو، کارکنی که رتبه و درجه اصلی آن پایین ولی به اساس شایستگی، لیاقت و اهلیت کاری در بستهای بلند استخدام می شوند، مزد و سایر حقوق آنها از بست پرداخته می شود. سه، کارکنی که رتبه یا درجه اصلی آن بلند و بنابر ملحوظی در بست پایین مقرر می شود، مزد و سایر حقوق آن از رتبه یا درجه اصلی قابل اجرا می باشد. چار، تبعیض در پرداخت مزد جواز ندارد. پنج، حداقل مزد از اندازه‌ای که دولت تعیین می‌نماید کمتر بوده نمی‌تواند. امتیاز پولی تعلیم و تحصیل، ماده 60. امتیاز پولی سند تعلیم و تحصیل کامل و کادر علمی جزء مزد شناخته می‌شود. مأکول، ماده 61. کارکن در برابر ساعت تعیین شده در روز یا شب مستحق مأکول به نرخی روز بوده که طور ماهوار قابل اجرا می‌باشد، مگر اینکه در قرارداد طور دیگر تصریح گردیده باشد. تثبیت مزد، ماده 62. یک، اندازه و شرایط پرداخت مزد بخش های کارکنان با در نظر داشت احکام مندرج ماده 59 این قانون حسب ذیل تثبیت می گردد. یک، برای کارکنان دولتی و آن در مؤسسات مختلط که سهم سرمایه دولت بیشتر از 50% باشد، از طریق وزارت های مالیه و کار و امور اجتماعی و کمیسیون مستقل اصلاحات دایی و خدمات ملکی. دو، برای کارکنان سازمان‌های اجتماعی طبق اساسنامه سازمان مربوط. 3. برای کارکنان ادارات غیر دولتی، تشبثات خصوصی و مختلط و سازمان‌ها و مؤسسات خارجی مقیم افغانستان با موافقه طرفین. 2. اندازه مزد کارکنان مندرج اجزای 2 و 3 فقره 1 این ماده با تفکیک هر درجه از حداقل مزدی که توسط دولت برای کارکنان دولتی تعیین می‌شود کمتر بوده نمی‌تواند. اجرای مزد، ماده 63. کارکنان حسب احوال از تاریخ عقد قرارداد یا منظوری تقرار مستحق مزد می باشند، مگر اینکه در اسناد تقنینی مربوط طور دیگر پیش بینی گردیده باشد. زمان پرداخت مزد، ماده 64. یک، مزد کارکن نظر به وقت کار ماهانه، 15 روزه یا هفتوار یعنی گاه مزد و یا نظر به کار انجام شده یا محصول تولید یعنی کار مزد پرداخته می شود. دو، مزد و حقوق روز رخصتی اخیر هفته معادل روزهای عادی کار قابل اجرا می باشد. مزد تشویقی، ماده 65. یک، به منظور تشویق مادی کارکنان، ارتقای سطح بازدهی کار و بهتر شدن کیفیت محصولات نظر به ایجابات شرایط، اداره می تواند مزد کارکنان را به سیستم تشویقی و کار مزد و کارمزد تشویقی تنظیم و بپردازد. دو، لوایح و قواعد نمونوی مزد تشویقی و کارمزد از طرف وزارت کار و امور اجتماعی به همکاری کارفرمایان و موافقه وزارت مالیه ترتیب می‌گردد. حالات افزودی زمایم به مزد، ماده 66. یک، زمایم در حالات آتی به اصل مزد افزود می‌گردد. یک، کار در محلات با شرایط یا با شرایط نامساعد طبیعی اقلیمی و دشوار اقتصادی و اجتماعی. دو، کار در ساحات زیرزمینی شرایط ثقیل و مضر صحت. سه، کار با امتیاز مهارت‌های فنی و تکنیکی. چار، سایر حالاتی که در اسناد تقنینی مربوط پیش‌بینی می‌گردد. دو، شرایط، حدود و معیار یعنی نرم زمایم مزد مندرج فقره یک این ماده چگونگی و چگونگی شمول زمایم در اضافه کاری و حقوق تقاعد توسط سند تقنینی مربوط تنظیم می‌گردد. مزد اضافه کاری، ماده 67. مزد فی ساعت اضافه کاری نسبت به مزد ساعت عادی کار 25% و در روزهای رخصتی 50% بیشتر پرداخته می شود. مزد کار بالای چند ماشین، ماده 68. یک، کارکنی که در عین اداره بالای چندین ماشین یا در چند حرفه کار می نماید مستحق مزد بیشتر می باشد. دو، شرایط و نحوه پرداخت. مزد کارکن مندرج فقره یک این ماده توسط سند تقنینی مربوط تنظیم می گردد. جبران کار، ماده 69. مزد کار روز رخصتی عمومی در صورتی که به موافقه کارکن در خلال دو هفته به شکل روز رخصتی جبران نگردد دو چند می باشد.
شرایط و اوقات کار ماده 70 شرایط و اوقات کار کارکنان روزمزد و روز نامکمل هفته نامکمل حاصل کار یا کار انجام شده یعنی بالمقطع توسط سند تقنینی مربوط تنظیم می‌گردد پرداخت مزد در حالات توقف کار ماده 71 یک هرگاه در نتیجه حادثه غیر مترقبه یا نظر به عوامل تکنیکی تولیدی یا وضع جوی نامساعد در امر تولید و کار توقف رونما گردد مزد کارکن به استثناء کارکنان موسمی و روزمزد حسب ذیل پرداخته می شود یک در صورت توقف کار الی 2 ماه 100% دو در صورت توقف کار بیشتر از 2 الی 4 ماه 50% سه بعد از سپری شدن 4 ماه اداره می تواند کارکن را در عین اداره یا اداره دیگر تبدیل و در صورت عدم امکان تبدیلی به وزارت کار امور اجتماعی و یا نمایندگی های آن در ولایت معرفی نماید دو هرگاه تبدیلی کارکن نسبت توقف کار مطابق جزء 3 فقره 1 این ماده صورت گیرد مزد کارکن از 75% مزد ماهوار قبل از توقف کار کمتر بوده نمی تواند در صورت افلاس که مورد تایید محکمه قرار گرفته باشد حکم مندرج فقره 1 این ماده قابل تطبیق نمی باشد هرگاه اداره دوباره فعال گردد حقوق مندرج فقره 1 این ماده برای کارکن قابل پرداخت می باشد حالت انتظار با معاش ماده 72 یک در صورت تنقیص تشکیلاتی تقلیل تعداد کارکنان یا توقف طولانی کار کارکن در حالت انتظار با معاش قرار می گیرد دو در حالت انتظار با معاش مامور حسب احوال از 6 ماه الی 1 سال متناسب ادوار خدمت و کارکنان قراردادی از 3 ماه الی 6 ماه متناسب به ادوار خدمت مستحق مزد اصلی با اجزای آن می باشد سه در ختم میعاد مندرج فقره 2 این ماده کارکن در حالت انتظار و بدون معاش قرار گرفته و به وزارت کار امور اجتماعی معرفی می گردد 4. شرایط و سایر حالات انتظار با معاش و بدون معاش توسط سند تقنینی مربوط تنظیم می‌گردد. پرداخت مزد کارکن ماده 73 1. مزد از طرف اداره به کارکن یا شخصی که وی کتبن معرفی می‌نماید پرداخته می‌شود. 2. مزد در طول ماه پرداخته می‌شود. تأخیر در پرداخت آن بدون موافقه کارکن صورت گرفته نمی‌تواند. وضع کسرات ماده 74 1. کسرات از مزد کارکن جواز ندارد مگر به حکم قانون. 2. کسرات از مزد ماهوار کارکن به شمول جبران خساره بیش از 20% وضع شده نمی تواند مگر اینکه در قانون طور دیگر تصریح شده باشد. کرایه و سفریه ماده 75 1. کارکن در سفرهای رسمی داخلی و خارجی خدمتی تبدیلی احضار یا احزام به محل دیگر مستحق کرایه و سفریه به شمول جیب خرج و مخارج اقامت می باشد. 2. شرایط و طرز عمل اجرای حالات مندرج فقره 1 این مدت توسط سند تقنینی مربوط تنظیم می گردد. ختم فصل 5.